مسیح برآرد هر آرزویم را، مسیح برآرد نیازم را، او دهد نجات، تعمید و شفا، او هللویا کافیست مرا. مسیح برآرد هر آرزویم را، مسیح برآرد نیازم را، او دهد نجات، تعمید و شفا، او هللویا کافیست مرا. شنوندگان عزیز سلام بر شما، با امید این که روزهایی شاد و موفقی را در فیض خداوند مهربان سپری فرموده باشید، من کوروش باقری هستم و این رادیو آرامش. عزیزان، خداوند یگانه و مهربان ما همه شما را همواره در هر شرایط و موقعیتی که می باشید بی نهایت دوست می دارد. خداوند همچون پدری دلسوز و غمخوار مایل است تا با شما گفتگو کند. از شما دعوت می کنم تا با قلبی باز و خاطری آسوده اجازه بفرمایید تا او توسط متن پیام و سرودهای روحانی این برنامه برکت و آرامش الهیش را عطا بفرماید. عزیزان شنونده، ضمن عرض سلامی مجدد و خوش آمد به شما که شنونده برنامه رادیو آرامش هستید، این هفته صحبتمون را در مورد انواع قلب‌ها
و چگونگی ایمان به خدا ادامه میدیم. ما قسمت اول این تعلیم را که از مثلی که عیسی مسیح در انجیل مرقس فصل 4 برای ما تعلیم داده صحبت کردیم. خدا را شکر که این تعلیم مورد استقبال و توجه بسیاری از شما قرار گرفته بود. بله دوستان، خدا را شکر که کلام او ما را از یک کسالت و بیخیالی در مورد او به در میاره. خیلی از ما با شنیدن کلام خدا و تعلیم عیسی مسیح در حکایت برزگر به خودمون اومدیم و از خودمون سوال کردیم که به راستی قلب ما به چگونه می باشه؟ ما به طور شخصی نسبت به کلام خدا و کاری که عیسی مسیح برامون انجام داده چه وظیفه‌ای را احساس می‌کنیم و چگونه اون را برای خودمون و انسان‌های اطرافمون ملموس و مرتبط می‌سازیم. سعی می‌کنم این هفته این تعلیم را به پایان ببرم. چنانچه شما سوال، پیشنهاد و یا حتی انتقادی دارید لطفاً با من تماس بگیرید تا با هم تبادل نظر کنیم. دوستان، در برنامه گذشته عرض کردیم که عیسی مسیح برای تعالیم خودش به ما اکثراً از مثل‌های استفاده می‌کرده. شنیدن مثل بیشتر به قلب ما می‌شینه و اصولاً به عنوان یک انسان گویا ما به گونه‌ای بهتر می‌شنویم، می‌آموزیم و به یاد می‌سپاریم که تعالیم را به صورت مثل و داستان به سمع ما برسونند. در تعلیم حکایت برزگر یا همان کشاورز، عیسی مسیح می‌خواسته که به ما بیاموزه خداوند پیام نجات و محبت خودش را، خداوند پیام رهایی از گناه و آمرزش در ایمان به عیسی مسیح را، پیام فیض و رهایی از مذهب و انجام کارهای مذهبی را برای دوستی و رابطه با او را به راحتی در اختیار ما قرار داده. او همچنین به ما می آموزه که این کلام وقتی به گوش انسان می رسه به 4 نوع مختلف دریافت می گرده. این 4 نوع مختلف دریافت و عکس العمل نسبت به شنیدن کلام خدا و پیام فیض و نجات و حیات ابدی در ایمان به عیسی مسیح را ما در هفته گذشته در انجیل مرقس با هم مطالعه کردیم. دیدیم که 4 نوع عکس العمل نسبت به کلام خدا به 4 نوع مختلف زمین تشبیه شده بود. قلب نوع اول عکس العمل و واکنش بسیاری از انسان‌هایی که من و شما هر روزه با آنها در تماس هستیم.